سلام بر دوستان گرامی به یک برنامه جدید خوش آمدید. امروز در اول برنامه میخوام یه سری سوال اول جواب بدم و بعد میخوام براتون توضیح بدم که چطور میتونید متوجه بشید که روح شما در حال تکامل و پیشرفت هست. خب شروع میکنم. اول این سوال: چطور از کائنات درخواست کمک بکنیم؟ خیلی ساده، زمانی که دارید دعا میکنید یا در حال مراقبه هستید، شما هر آن چه رو که میخواید میتونید از اونا خواستار باشید. فقط مهم این هست که شما ایمان داشته باشید که اونا خواسته شما رو گوش میکنن و همیشه در کنارتون هستن. و نباید فقط زمانی که خواسته دارید با اونا صحبت کنید، کلن شما همیشه باید با تیم همراهتون و با خدا راز و نیاز کنید و مطمئن باشید اونا همیشه صدای شما رو میشنوند. آیا قدرت ها میخوان افکار ما رو محدود کنن؟ از نظر من به طور 100% میخوان این کارو بکنن، به خاطر اینکه قدرت ها قدرتشون رو از دست میدن اگه افکار ما بیدار بشه. اگه ما به صلاحیت های نهفتمون دست پیدا کنیم، قدرت ها دیگه هیچ کارن، چون هر کدوم از ما خودش یه قدرتی میشه. نظرتون در مورد چشم شوری چیه؟ چشم شوری مثل انرژی منفی پرتاب کردن میمونه. یعنی وقتی یه نفر با نگاه بد به شما نگاه میکنه یا حسادت به شما میکنه، اگر شما مدارتون رو نبسته باشید، ارتعاش منفی اون میره داخل حاله شما. کاری رو که میتونید بکنید که مدارتون بسته باشه، شما هر روز صبح که بلند میشین بیستید، یه چند تا نفس عمیق بکشید و بعد قلبتون رو پر از نور بکنید. یعنی تصور کنید یک نور داخل قلب شماست و با هر نفسی که میکشید وسعت این نور بیشتر و بیشتر میشه تا زمانی که تمام وجود شما رو در بر بگیره، حتی بره توی حاله هاتون. و بعد تصور کنید که توی توپی پر از نور ایستادید و این کار رو 6-7 ساعت یه دفعه اگه انجام بدید، کلن هیچ چیز منفی دیگه نمیتونه به شما اصابت کنه، نه چشم شور و نه چیز دیگه ای میتونه وارد حاله شما بشه. اصلا به مرور زمان اگه دائم و دائم این کار رو بکنید، واقعا یه حصار برای خودتون درست میکنید. یا وقتی یه جای میرید که میدونید آدمای زیادی هستن و جای شلوغیه، حتما این کار رو انجام بدید. در مورد انتخاب پدر و مادر لطفا صحبت کنید. ببینید، زمانی که ما تصمیم میگیریم که مجدداً متولد بشیم، خب زندگی های قبلیمون رو نگاه میکنیم و میبینیم که هنوز چه امتحاناتی رو باید پس بدیم، چه تجربه هایی رو باید هنوز بکنیم و طبق اون ما پدر مادرمون انتخاب میکنیم. حالا که قبلا خودمون پدر یا مادر دلسوز و خوبی نبودیم، طبعا دوباره از همین پدر مادر که خوب نیستن برای خودمون انتخاب میکنیم، چون این یه چالشه که بتونیم پیشرفت بکنیم. آیا زندگی قبلی خودتون رو به جا میارید؟ من زندگی قبلی خودم رو خیلی به جا نمیارم، اما وقتی که کوچیک بودم، یعنی 5-6 سالم که بود، تا حدود 7 سالگی هم طول کشید این موضوع. من هر هفته خواب می دیدم که در یک اتاقی هستم، تمام اتاق آبی رنگ، مبلا آبی رنگ بود، آدمای داخل اتاق آبی رنگ بودن و من روی یه تختی دراز کشیده بودم و در حال مرگ بودم و یادم خیلی هم می ترسیدم. یعنی هر شب پیش خودم می گفتم وای خدا کنه دوباره این خواب وحشتناک رو نبینم. یعنی در واقع یه چیزی بود، الان دارم فکر میکنم راجبش، فکر میکنم من مرگ زندگی گذشتم رو داشتم میدیدم. و جالب موضوع این بود که من با وجود اینکه دختر بچه کوچیک بودم، هیچ وقت برای کسی این موضوع رو تعریف نکردم، چون یه جوری داخل خودم میدونستم که این یه چیزیه که فقط مربوط به خودت میشه و نباید جای بازگو کنی. ولی فکر کنم بوده دیگه 7 سالم اینطوری ها که شد، دیگه این خواب کلن از بین رفت و دیگه این خواب رو خوشبختانه ندیدم. آیا ازدواج و ثروتمند شدن رو خدا تعیین میکنه؟ نه، به هیچ وجه خدا تعیین نمیکنه، اینو خودمون تعیین میکنیم با انرژی اطرافمون، با ارتعاشی که داریم. ما خودمون چیزهای خوب و یا بد به داخل زندگیمون جذب میکنیم.
این هیچ ربطی به خدا نداره. آیا هر کس میتونه دعای باطل کردن تلسم ها رو انجام بده؟ خب مسلماً که هر کس میتونه. چرا فکر میکنید که استثنایی در این مورد وجود داره؟ آیا میشه برای رفتگانم این کار رو انجام بدیم؟ من هیچ دلیلی نمیبینم که ما برای رفتگان این دعا رو انجام بدیم. اونا خودشون که اونور هستن بهتر از من و شما بلدن چیکار بکنن. و اصلا کلن این دعای باطل کردن تلسم و اینا رو هر کس فقط باید برای خودش انجام بده و برای کسی دیگه نباید آدم به هیچ وجه این کار رو انجام بده از نظر من. شاید چیزای خوب هم باطل بشن. خب اون دوست عزیزی که اینو نوشته خوب دقت نکرده، چون من خیلی هم تاکید کردم روی این موضوع که ما حتما باید بگیم هر آن چه که دیگه برای من کامیابی نداره باید باطل بشه. خب اگه کامیابی نداره، خب چیز خوبی نیست که بخواد باطل بشه، ولی جمله خیلی مهمیه. یه چیزی که خیلی برای من می نویسن اینه که من نیاز به کمک تو دارم و خیلی هم می نویسن من میخوام حتما تلفنی باهات صحبت کنم. من شرمنده هستم ولی نمیتونم این کارو بکنم، چون اگه بخوام این کارو بکنم یا باید با همه حرف بزنم یا با هیچکی، چون استثنایی نمیخوام قائل بشم. و اگه این کارو بکنم فکر کنم روزی 4-5 ساعت فقط با پای تلفن باشم. ولی در هر صورت خیلی ممنون از اینکه انقدر به من اعتماد دارید و دوست دارید با من صحبت بکنید، ولی در حال حاضر اصلا همچین چیزی رو من فرصتش رو هم ندارم. در هر صورت اگر نیاز به کمک دارید، من بهتون پیشنهاد میکنم یه کسی رو پیدا کنید در نزدیکی خودتون. سوال بعدی، آیا سرنوشت از قبل تعیین شده؟ چیزی که از قبل تعیین شده قطار زندگی ماست. یعنی ما خودمون این راهو برای خودمون انتخاب کردیم، این قطارمون، تا اغلب ما از مسیر قطارمون میاییم بیرون. سرنوشت یه سری آدم جلوی پای ما قرار میده، یعنی جلوی راه ما قرار میده و اینکه دیگه ما با اونا چه رابطه‌ای برقرار کنیم، آیا راهشون بدیم تو زندگیمون یا نه، این یه تصمیمیه که دیگه باید خودمون بگیریم. این یعنی سرنوشت دو تا حدود خیلی زیادی خودمون تعیین میکنیم، فقط اون امتحان های ما هست که از قبل تعیین شده. تناسخ از نظر علمی رد شده. اوکی؟ اصلا تناسخ ربطی به علم نداره، همینطور که معنویات و عرفان ربطی به علم ندارن. نباید که هر چیزی رو با سعی کنیم همیشه با علم ثابت کنیم. این خیلی قشنگه. یه دوستی نوشته روح وجود نداره. وقتی از دنیا میریم انرژی از بدنمون خارج میشه و به شکل سنگ، حیوان، انسان دوباره برمیگردیم. خب این بسیار حرف قشنگیه و من کاملا هم این حرف شما رو قبول دارم. حالا چه فرق میکنه که ما اسمشو بذاریم انرژی یا بذاریم روح؟ درسته ما هممون انرژی هستیم، به همین دلیل هم هیچ وقت از بین نمیریم، فقط تغییر شکل میدیم. و به همین دلیله که من همیشه میگم ما باید به تمام خلقت احترام بذاریم. پنکه رو خاموش کردم، چون اگه پنکه روشن باشه دیگه شما صدای منو نمیشنوید و باز با هم دعوا میکنید که چرا صدات خوب نیست. ولی فکر میکنم اینجا که الان نشستم چیز هلوهوش 35 درجه باشه. من اتفاقا توی سمیناری که بودم یه دفعه یه نفر رو که هیپنوتیزم کرده بودن، این شخص میگفت که من روح یک رودخونه هستم و مردم میان پیش من میشینن و با من درد و دل میکنن و اصلا بدن این شخص اصلا اینجوری میشد، چون که فکر میکرد که الان آبه. لحظه ای که تحت هیپنوتیزم بود، این خیلی خیلی برای من جالب بود و اصلا اولش باور کردنی هم نبود. ولی ما باید واقعا خودمون یه مقداری بیشتری باز کنیم، چون باید واقعا این مسئله رو قبول کنیم که ما هیچی نمیدونیم، واقعا هیچی نمیدونیم. فرق پرواز روح با مرگ چیست؟ یک فرق خیلی عمده داره. زمانی که ما پرواز روح میکنیم توسط یک بند نقره‌ای، جسم ما با روحمون
متصل هستش و تا زمانی که این بند هست ما میتونیم به همه جا بریم، مثلا فرقم نمیکنه چقدر فاصله باشه، ولی زمان مرگمون این بند نقره دیگه قطع میشه. و توجه داشته باشید زمان پرواز رو کسی نمیتونه بیاد و این بند رو پاره کنه، مگر اینکه خب وسط پرواز روح یا طرف سکته بکنه، ولی در غیر این صورت کسی نمیتونه دست به اون بند بزنه. در واقع مثل بند ناف میمونه دیگه، که از یک محلی، از یک جایی میریم به یه جای دیگه. آیا میشه ظاهرمون رو مثلا رنگ چشم تغییر بدیم؟ بله میشه، ما همه چیز رو میتونیم تغییر بدیم. ما حتی میتونیم خودمون رو شفا بدیم وقتی که مریض هستیم، در صورتی که به صلاحیت‌های نهفتمون دست پیدا بکنیم، یعنی بتونیم اونا رو فعال کنیم. مگه فکر میکنید مثلا 4 دفعه مراقبه بکنید این باعث میشه که بتونید بگید خب من میخوام چشمام مشکی باشه یا سبز یا هر چیزی باشه؟ همچین چیزی امکان نداره. و مسئله مهم اینه که واقعا افکارمون رو ما اول باید درست بکنیم. این مهمتر از تغییر ظاهر و یا رنگ چشم هستش، ولی یه چیز شدنیه. بله، اتفاقا اگه کسی خیلی علاقه به این مبحث داشته باشه میتونه مطالعه کنه کتاب های آقای بروس لیپتون. ایشون خیلی در مورد تغییر DNA زیاد توضیحات خیلی جالبی دادن. فرشتگان، شوالیه ها و دونده ها رو نام بردید، نکنه دونده ها هم موکل باشن؟ اینایی که تیم پشت سر ما هستن همشون از طرف کائنات و خالق به ما داده میشن، ولی موکل، حالا من خیلی راجبش اطلاعات ندارم، ولی تا جایی که میدونم یه چیزی که آدم ها خودشون اون رو میارن تو زندگیشون که یه سری کاراشون رو انجام بدن. و کلا اصلا من خوشم از این کار نمیاد و به نظرم کار درستی نیست. از این جادو جنبلای سیاه فکر میکنم باشه درست کردن موکل دادن برای خودش، ولی هیچ ربطی به اشخاص تیم پشت سرمون ندارن. در مورد جهان موازی قرار بود صحبت کنید. بله کاملا درسته، جهان موازی یک مبحث بسیار جالبیه که این مقداری راجبش کتاب خوندم. البته باید بگم خیلی کتاب مشکل بود و خیلی چیزها رو اصلا متوجه نشدم، چون خیلی خیلی میره توی فیزیک. ولی خلاصش اینه که میگن که هر کدوم از ما نسخه های دیگه‌ای در جهان های موازی از ما دارن زندگی میکنن. یعنی مثلا من نوعی الان یک لنگه خودم داره توی جهان موازی همین جهان زندگی میکنه، با یک اسم دیگه، در یک محل دیگه، با یک خانواده دیگه، با یک سری خصوصیات اخلاقی دیگه، و در باز یک جهان دیگه، باز دوباره یه مثلا ماندنای دیگه هست. یه جا ممکنه مثلا جراح مغز باشم، یه جا شاید به جرم قتل گوشه زندان دارم آبخنک میخورم، نمیدونم. یعنی از هر کدوم ما نسخه های مختلف هست، یه جا با ایمانیم یه جا بی ایمانیم. فقط مسئله اینه که اگه من اینو باور کنم که همچین چیزی هست، پس داستان کارما چی میشه؟ چون معنیش این میشه که خب من الان اینجا دارم واقعا سعی میکنم که به روحمو پیشرفت بدم. اگه قرار باشه توی جهان موازی بغل دستیم در حال خرابکاری باشم، خب پس من کی روح من میتونه به تکامل برسه؟ این یه سوال خیلی بزرگه که توی سر من فعلا داره پیچ و تاب میخوره، ولی خب به نتیجه‌ای نرسیدم. برای همین خیلی دیگه راجبش دوباره مطالعه نکردم، چون دیدم که انقدر من همینجوریش هم سوال زیاد دارم که دیگه ببینم دوباره 100 تا دیگه اضافه بشه دیگه مغزم منفجر میشه. این سوال خیلی خیلی بامزه است و خیلی هم برام اینو نوشتن. چی مصرف میکنی؟ ساقیت کیه؟ چی میزنی که این حرفا رو بعد میای میزنی؟ چرا شما فکر میکنید کسانی که اینو مینویسن که کسی که یه جور دیگه فکر میکنه و راجب یه چیزایی صحبت میکنه که شما تا حالا راجبش چیزی نشنیدید، یه چیزی زده یا یه چیزی خورده؟ یه ذره اوپن مایند باشید، یه مقداری باز باشید برای چیزهای دیگه و چیزایی که نشنیدید دلیل بر وجود نداشتنش نمیشه. در هر صورت من هر وقت اینو میخونم کلی میخندم.
این از این سوالا. و حالا چون که در مورد پرواز روح خیلی سوالات زیادی ازم شده، من 5 تا نکته رو یادداشت کردم که یعنی در واقع اشتباهاتی که موقع تمرین اینا رو اگه انجام بدید هیچ وقت موفق نخواهید شد. اولیش اینه که هیچ وقت قبل از خواب سعی نکنید که تمرین کنید، بخاطر اینکه خوابتون میبره. همیشه دم صبح شروع کنید به تمرین که حداقل یه 5 6 ساعت 6 7 ساعت خوابیده باشید که خوابتون نبره، چون اگه خوابتون ببره که دیگه موفق نمیشید. دوم اینه که ترس نداشته باشید. اگه بترسید باز موفق نخواهید شد، یعنی اگه بترسید که مبادا برم و دیگه نتونم برگردم باز موفق نخواهید بود، یا اگه فکر کنید اگه من الان روحمو خارج کنم و اونجا یک موجود وحشتناکی ببینم چی؟ خب این فکرها باعث میشه که هرگز روح شما از بدن خارج نخواهد شد. یکی دیگه اینه که اگر تمرکز افکار نداشته باشید، یعنی نتونید مغزتون رو خالی کنید، اگه دائم به مسائل روزمره بشینید فکر کنید، باز دوباره امکان نداره که بتونید انقدر ریلکس بشید که روحتون بیاد بیرون. یکی دیگه که عضلات بدنتون باید کاملا شل باشن، یعنی باید کاملا بدنتون سبک بشه. ترجیحاً هم شب قبلش خیلی غذای سنگین نخورید. یه نکته دیگه فشار آوردن به خودش، یعنی اگه شما به خودتون هی فشار بیارید که من باید الان حتما میخوام روحمو خارج کنم پس چرا موفق نمیشم و هی عجله داشته باشید تو این موضوع، اینم میتونه باعث بشه که هیچ وقت موفق نشید. حالا برسیم به این که چطور میفهمیم که در حال تکامل هستیم. اولین نکته اینه که الگوهای قدیمی رو مورد سوال قرار میدیم. یعنی خیلی از چیزایی که تا حالا شنیدیم و طبقش زندگی میکردیم برای ما دیگه اونجور که قبلا درست بود درست نیست. یعنی در واقع یک ریست مغزی در ما انجام میشه. این یکی از علائمشه. دیگه این که از مسائل و آدمای منفی دوری میکنید و ممکنه اصلا کلن یه سری از دوستاتون رو بذارید کنار چون دیگه براتون جالبیتی ندارن، ولی یه سری افراد دیگه میان توی زندگیتون که یه مقداری از اخلاقی هم با دوستای قبلیتون فرق میکنن. کلن شما میفهمید که چه اشخاصی دارن جلوی پیشرفت شما رو میگیرن، یعنی این تشخیص رو میتونید بدید. یکی دیگه اینه که نیاز به تنهایی پیدا میکنید، یعنی حتی اگه آدمی بودید که قبلا از تنهایی بدش میومد، الان شما خوشحال میشید بتونید گاهی یکی دو ساعت فقط تنها برای خودتون باشید. نه اینکه بخواید دائم تنها باشید، ولی از مدتی هم که تنها هستید لذت میبرید چون که دارید خودتون رو کشف میکنید. یکی دیگه از چیزایی که هستش کلن دیگه براتون برند پوشیدن یا دائم شاپینگ رفتن و خرید کردن جالبیتی نداره، یعنی بیشتر سعی میکنید اوقات فراغتتون رو با کسانی بگذرونید که هم فکر خودتون هستن، ترجیح میدید برید توی طبیعت، توی جنگل، پارک، لب دریا، این رو ترجیح میدید به اینکه برید یه جای شلوغ پلوغ بشینید یا اینکه برید خرید کنید. یه چیز دیگه که براتون پیش خواهد اومد اینه که خود به خود سلول‌های بدن شما از شما خواستار میشن که تغذیه‌تون رو عوض کنید، یعنی اصلا از یه چیزایی مثل فست فود دوری خواهید کرد خود به خود و بدنتون دلش سبزیجات میخواد، سالاد میخواد، میوه میخواد، چیزایی این تیپی بیشتر میبینید که گرایشتون بیشتر میشه به این چیزها. یک نکته دیگه، دائم سوالات جدید براتون پیش میان، یعنی از خودتون میپرسید من کی هستم؟ من چی هستم؟ من اصلا واسه چی اینجا هستم؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ زندگی یعنی چی؟ مرگ یعنی چی؟ اینا یه سری سوالایی هستن که شما طبعا از خودتون خواهید کرد وقتی که تغییر میکنید، پیشرفت میکنید.
یه چیز دیگه ای که هستش که با ایگوی خودتون آشنایی پیدا می کنید. ولی لطفاً باهاش به جنگ نرید، چون ما ایگونو نیاز داریم برای اینکه بتونیم در اینجا زندگی کنیم و اموراتمون رو بگذرونیم. کلاً اگه ما دو تا افکار مختلف داخل خودمون داشته باشیم و این دو تا افکار دائم با هم دیگه به جنگ برن، چیز خوبی از توش در نمیاد. پس بنابراین ایگوتون رو همینجور که هست قبول کنید، اما قدرت رو بهش ندید. قدرت با دست خودتون باشه، دست روحتون باشه. این چیزیه که باید حتما دقت داشته باشید بهش. و یک نکته آخر دیگه این هست که ممکنه یه مقداری آشفته باشید و تعجبی هم نداره. ببینید، وقتی که شما تمام افکار و زندگی قبلی که سالهای گذشته انجام میدادید رو زیر سوال ببرید، خب معلومه که کلافه میشید، آشفته میشید. ممکنه باعث بشه که کم خواب بشید، بد بخوابید، هی بیدار بشید، انواع اقسام سوالات بیان تو مغزتون شب. ممکنه سردرد بگیرید، چون که پیشرفت باعث میشه که غده پینئالی مقداری فعال بشه و فعال شدن غده پینئال بعضی وقتا همراه با سردردهای خیلی شدیده. نه اینکه حالا هر کی سردرد بگیره دلیلش فعال شدن غده پینئالشه، ولی یکی از دلایلش میتونه باشه. این از برنامه امروز. امیدوارم که استفاده برده باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.